نشست البی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز شنبه نهم سفر سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیش ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در این نشست در رابطه با عمل به وظایف شرعی توسط افراد مکلف در صورتی که بدون تقلید از مجتهد جامع و شرایط صورت, صورت گرفته باشد فرمودند اگر مکلف نمازی را میخواند یا روزه ای را میگیرد و یا حجی را به جامی آورد و در هنگام عمل به تکلیف بدون تقلید این وظیفه شرعی را انجام دهد چنانچه بعدا احراز شود که عمل او مطابق با واقع بوده و وظیفه شرعی خود را انجام داده عمل او باطل نیست معظم الله در ادامه فرمودند در چون این شرایطی علم به واقع شرط نیست اما اگر کشف شد عمل او مطابق با واقع بوده عمل او صحیح است یعنی روز قیامت از او سوال نخواهد شد که چرا در این مسئله تقلید نکردی لذا همین که احراز شود عمل او مطابق با فتوای فقیه جامع و شرایط در هنگام عمل به تکلیف بوده کافی است با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم مشتهدی که الان وظیفه به شروع کنید یعنی فرض کنید 20 سال قبل حج رفته الان ظاهرا خلافی نباشه که کافیه اما خلاف در اینه که اگر فرض کنید این 60 سال قبل 70 سال قبل حج رفته و بی تقلید و حالا به مجتهدی که الان مقلدشه مراجعه میکنه طبق فتوای این مشهد حجش باطله اما اون وقت که حج رفته مطابق فتوای مرحوم استوال حسن حجش درست بوده اما این اون وقت استناد به فتوای استوال حسن نکرده بوده عرض بنده و فرمایش جماعت از این اینم کافیه چون بعضی گفتن نه زمان استوال حسن این که مقاله در نبوده استناد به اونم که نکرده پس حجت نیست این محل خلافه